سلام، خوش اومدین. در این جلسه میخوام یک چیز هیجان انگیز رو خیلی سریع بهتون بگم و اون مسیر حرکت یک بار هست در میدان مغناطیسی که خیلی جالبه. فرض کنید یک میدان مغناطیسی این شکلی داریم. یادتون هست که این نقاط معنیش این هست که میدان مغناطیسی من از صفحه کامپیوتر داره میاد به سمت صورت شما، یا از صفحه تلویزیون داره میاد به سمت صورت شما، یا از صفحه کاغذ. به هر حال یعنی این که داره عمود بر اون صفحه که من اینو میکشم خارج میشه ازش و میاد به سمت شما. و فرض کنید که من یک بار مثبت رو اینجا قرار بدم و مثلا اندازه این بار مثبت هم باشه مثلا 10^-6 کولن یا 1 میکروکولن، و فرض کنیم که سرعت این بار مثبت من هم در این راستا باشه و اندازش باشه مثلا 2^10^7 متر بر ثانیه، چون بارهای کوچیک میتونن خیلی سریع حرکت بکنن، سرعت من خیلی زیاده، و فرض کنید که میدان من هم اندازش باشه 1. خب حالا اینجا شما یک سوالی براتون پیش میاد. من یک نکته رو جلسه قبل نگفتم و اون این بود که واحد میدان الکتریکی یک واحدی هست به نام تسلا، یا تسلا که بعد از آقای نیکولاس تسلا به این اسم قرار داده شد. و خب شما از فرمول F مساوی با Q V ضرب در B میتونید به دست بیارید که یک تسلا دقیقاً چقدر هست. F هست نیوتون، Q هست کولن، پس تقسیم بر کولن میشه، ضرب در ثانیه تقسیم بر متر میشه تسلا. خب یعنی من واحدهای دو طرف رو با ضرب و جمع با هم برابر کردم، پس 1 تسلا 1 نیوتن ثانیه بخش بر کولن متر، که این حالا خیلی هم مهم نیست و میتونید فقط اینو یاد بگیرید که واحد میدان مغناطیسی تسلا. و فرض میکنم که این میدان اندازش هست 1 تسلا، خب به صورت ثابت. حالا من میخوام جهت و اندازه نیروی وارد بر این بار مثبت رو حساب بکنم، و برای این کار میام میگم که اندازه نیرو رو اول بذارید حساب بکنم. اندازه نیروی وارد بر بار مثبت که با این آبی شما نمیبینید، اندازه نیرو هست Q ضرب در اندازه V ضرب در اندازه B ضرب در سینوس زاویه بین V و B. خب من Q رو که میدونم چقدره، V رو میدونم چقدره، B رو هم میدونم چقدره، هر ستا رو اینجا عددشون رو دارم، فقط باید این سینوس رو به دست بیارم. به من بگید که زاویه بین V و B چی هست. دقت کنید که B داره عمود بر صفحه خارج میشه، یعنی در فضای سه بعدی این الان B منه. اگر این صفحه کامپیوتر باشه، B داره عمود بر صفحه خارج میشه و V داره در این راستا حرکت میکنه، و بنابراین B کاملا عموده هست بر V و این دوتا زاویهشون با هم 90 درجه هست. دقت بکنید که اگر V این شکلی هم بود فرقی نداشت، یعنی هر نقطه V در اون صفحه قرار داشت، چون این B من بر این صفحه عمود هست و خارج میشه، بر همه بردارهای اون صفحه عموده، و مثلا اگه V هم این شکلی بود باز هم زاویهش با B میشد 90 درجه. بنابراین این میشه سینوس 90 درجه که 1 هست. بنابراین من میتونم اندازه V رو خیلی راحت حساب بکنم، بگم میشه 10^-6 کولن ضرب در اندازه V، یعنی 2^10^7 ضرب در 1 تسلا، که این مساوی میشه با 20 نیوتن. درسته؟ پس من تونستم اندازه نیرو رو حساب بکنم. جهت نیرو چه شکلی هست؟ شما خیلی راحت میتونید با استفاده از قانون دست راست شستتون رو در این راستا بگیرید، انگشت اشاره رو به سمت بیرون بگیرید. همین الان این کار رو بکنید، انگشت اشارتون رو از کامپیوتر یا تلویزیون به سمت خودتون بگیرید، شست رو به سمت راست بگیرید، و خواهید دید که انگشت وسطتون به سمت پایین خواهد بود. بنابراین نیرویی که در این راستا بهش وارد میشه به سمت پایینه. حالا یک نکته مهم، این نیرو وقتی به سمت پایین به این بار وارد میشه چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که این بار به سمت پایین حرکت میکنه. طبق قوانین نیوتن جهت سرعتش تغییر میکنه دیگه، چون F مساوی بود با MA، یعنی این جرم من، این بار من به سمت نیرویی که داره بهش وارد میشه شتاب میگیره و جهت حرکتش مثلا میشه این شکلی. بعد وقتی میاد جلوتر جهت حرکتش میشه این شکلی. خب یعنی دائم داری یک نیرویی
بهش وارد میشه که این نیرو عمود هست بر سرعتش و همیشه در راستای عمود بر سرعت در همون صف هست. و اگر شما این رو برای خودتون بکشید، یعنی اگر یک بار مثبت با این جهت حرکت شروع بکنه، اول این وری میشه میاد اینجا، بعدش این وری میشه میاد اینجا، بعد این وری بهش نیرو وارد میشه میاد اینجا، و در مجموع یک مسیر دایره‌ای رو طی خواهد کرد. خب بنابراین مسیر حرکت یک بار در این میدان مغناطیسی یک نواخت یک دایره خواهد بود که دائم در اون حرکت خواهد کرد. و این خیلی نکته جالبیه و شما اینو به عنوان تمرین برای خودتون نشون بدید که اگر این بار یک بار منفی بود، در این صورت دایره‌ای که این بار حرکت میکرد اگر سرعت اولیش اینوری بود، یک همچین دایره‌ای میشد. و به عنوان راهنمایی من بهتون بگم که این نیروی اولیه جهتش اینوری بود اگر این بار منفی بود. خب خیلی هم خوب، پس ما الان تونستیم جهت حرکت یک بار مثبت رو در این میدان پیدا بکنیم. و اگر مثلا به شما یک سوالی بگه که یکی از تمرین‌های کتاب درسیه که یک باری داریم که جهت حرکتش یک همچین حالتیه در این میدان الکتریکی، بگید که این بار مثبت یا منفی، شما خیلی راحت با این تحلیلی که من اینجا کردم میگید مثبته، چون اگر منفی بود جهت حرکتش یک همچین حالتی میشد و به بار مثبته که نیرویی در راستای این بر وارد میشه و این میتونه جهت حرکت بار رو به این بر تغییر بده. خب خیلی هم خوب، الان شما میتونید اون تمرین کتاب درسی که من شمارش رو یادم نیست رو حل بکنید. فکر کنم تمرین 2 یا 3 کتاب درسی هست که در مورد این جهت ها صحبت کرده. در ویدئوهای بعد میبینمتون. خداحافظ.